ادامه نبردها در پنجشیر، آخرین جزئیات از نبرد 4 روز در پنجشیر. سخنگوی امر به معروف طالبان: مردم پنجشیر باید جلو بغاوتگران را بگیرند. ملاشیرین کسی که دیروز فرمان تیرباران 8 اسیر جنگی را صادر کرد، امروز خودش کشته شد. جزئیات تکان دهنده این خبر: اقدام شوکه کننده پاکستان در قبال افغانها، وقوع انفجار مهیب در پاکستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. طالبان یک مرد کهنسال و یک عضو جبهه مقاومت ملی را پس از اسارت تیرباران کردند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که طالبان یک مرد کهنسال و یک اسیر جبهه مقاومت ملی را در این ولایت تیرباران کردند. منابع سه‌شنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان این دو تن را روز دوشنبه 21 سنبله از منطقه آمرز ولسوالی خنج بازداشت و صبح روز سه‌شنبه 22 سنبله تیرباران کردند. به گفته منابع، مرد کهنسال شابچه نام داشت و دکاندار منطقه بوده است. منابع می‌افزایند که عضو تیرباران شده جبهه مقاومت ملی هنگام خریداری از دکان شابچه بازداشت شده بود. گفتنی است که روز گذشته نیز طالبان 8 عضو جبهه مقاومت ملی به شمول یک فرمانده آن را در پنجشیر پس از اسارت تیرباران کردند. عمومی نگارت: ادامه نبردها در پنجشیر. 4 شبانه روز می شود که نبرد میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر جریان دارد و در این نبردها به دو طرف تلفات وارد شده است. منابع آگاه در پنجشیر به خبرنگار تلویزیون عموم می گویند که ملا عبدالقیوم زاکر پس از 16 روز برنامه ریزی و با اشتراک هزاران نیرو، 4 روز پیش جنگ را در 5 ولسوالی پنجشیر آغاز کرد که تاکنون در این نبردها 10 نیروی جبهه مقاومت و بیش از 60 تن طالب کشته و زخمی شدند. منابع می افزایند که پس از حمله های سخت طالبان و محاصره کردن قرارگاه شابه در ولسوالی خنج، این گروه 7 نفری نیروهای جبهه مقاومت مشمول فرمانده محمد یار و دو پسرش را اسیر و از سپس با دستان بسته تیرباران کردند. در نوار دیداری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نیز دیده می شود که فرمانده یار محمد با چند تن نیروهای دیگر جبهه مقاومت دست بسته تیرباران شدند. فرمانده محمد یار در 14 آگوست با هدف قرار دادن یک پاسگاه طالبان توسط اسلحه BM1 25 نیروی طالبان را کشته بود. منابع محلی میگویند که پس از تلفات سنگین طالبان، این گروه بازرسی خانه به خانه را آغاز و دست بازار و اذیت مردم نیز زدند. یکی از باشندگان خنج که به دلایل امنیتی اجازه نشر نامش را به تلویزیون عمو نداد، در این باره میگوید که طالبان برادر 13 ساله‌اش را در ولسوالی خنج به شدت لطکوب کردند. او می افزاید طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند و پس از بازرسی خانه، برادر کوچکم را که 13 سال سن دارد لطکوب کرده و از او خواستند تا بستگان نیروهای جبهه مقاومت را در روستای ما به آنان معرفی کند. در این حال گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که معاون عبدالقیوم زاکر در نبرد پنجشیر کشته شده است. اسدالله ندیم، آقای نظامی، در این باره میگوید که نیروهای جبهه مقاومت با توجه به کمیت نیرو و جنگ افزار در یک جنگ نابرابر قرار دارند، اما جنگ های چند روزه نشان داد که طالبان روحیه جنگی خود را در پنجشیر از دست دادند. او میافزاید جغرافیای پنجشیر و هلمند تفاوت زیادی دارد و ملا زاکر از این جنگ هیچ سودی نخواهد برد. پس از سقوط دولت پیشین، نیروهای جبهه مقاومت و رهبری احمد مسعود بیش از یک سال می شود که در برابر طالبان در پنجشیر و اندراب می جنگند. در این مدت طالبان با فرماندهان بسیاری تا سطح سرپرست وزارت دفاعشان جنگ پنجشیر را مدیریت کردند که نتیجه چندان در پی نداشته است. در این حال آماج نیوز می نگارد محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان گفته است که مردم پنجشیر باید جلو بغاوتگران را بگیرند. سخنگوی امر بالمعروف طالبان سه‌شنبه در توییترش از مقاومتگران که در برابر آنها می جنگند به عنوان بغاوتگران یاد کرد و تاکید کرد که مردم پنجشیر نباید
و مقاومتگران اجازه فعالیت در این ولایت را بدهند. آکف در ادامه بدون نام ذکر کسی سیاسون پیشین را به دزدی و اختلاس متهم کرده و گفته است آنان که 20 سال پیش به نام خدمت به مردم برای خود در خارج از کشور ثروت ایجاد کردند و اکنون با آنها تجارت دیگری را راه انداختند و فرار کردند. سخنگوی امر بالمعروف در حال این سخنان را بیان کرده است که روزهای گذشته وزارت دفاع طالبان از جلب و جذب جوانان پنچری به صف نیروهای این گروه خبر داده است. منابع محلی در پنچهر میگویند که طالبان از مقامهای مرکزی این گروه درخواست اعزام 1000 نیروی تازه نفس را به این ولایت دادند. منابع معتبر سه شنبه 22 استانبول بر روزنامه عشر صبح گفتند که طالبان این درخواست را پس از عملیات‌های پیهم اما ناموفق این گروه برای سرکوب نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنچهر دادند. منابع می‌افزایند که مولوی فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش و دو فرمانده دیگر طالبان از ولایت غور درخواست اعزام نیروهای تازه نفس و پنچهر را رد کردند. منابع همچنان می‌گویند که طالبان در حال حاضر از ولایت‌های هلمند و قندهار برای جنگ پنچهر نیرو جذب می‌کنند. در این حال اسیب قوای مرکز روی برگه فیسبوکش نگاشته است: ملتی که شهادت می‌دهد اسارت نمی‌پذیرد. قماندان بیادرم، از هر قدر خونتان بازخواست میکنم. شما و پسرانتان قهرمان هستید. ما قرضدارتان که پیش از ما رفتید. این بار به هیچ کسشان رحم نمیکنم، نه اسیر، نه زنده و نه مردهشان. ملا شیرین حبیب یک فرمانده طالبان در پنچهر بود. رسانه های اجتماعی لحظات پیش گزارش کردند ملا شیرین قندهاری، کسی که فرمان شهید کردن اسیران را داده بود، خودش روانه جهنم شد. خون جوانان ما در زمین نمیماند. انتقام هر قطر خون آنها گرفته خواهد شد. پلیس پاکستان در شهر بندر کراچی در جنوب پاکستان 41 تبع افغان را به دلیل اقامت غیرقانونی در این شهر بازداشت کرده است. برخی از رسانه‌های پاکستانی سه شنبه به نقل از مقام‌های پلیس پاکستان گزارش دادند که روند بررسی و بازداشت افغان‌های فاقد اسناد قانونی اقامت در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. جبهه آزادی بخش بلوچستان می‌گوید که نیروهای این جبهه 5 مامور ارتش پاکستان را در یک ماین‌گذاری کشتند. گهرام بلوچ سخنگوی جبهه آزادی بلوچستان گفته است که یک موتر نظامی ارتش پاکستان روز دوشنبه هدف انفجار ماین قرار گرفته است. به گفته بلوچ این رویداد در ساحه مند شهرستان گیچ پاکستان رخ داده است. و در پایان، سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که به شرکت‌های سیاحتی افغانستان اجازه صدور ویزه گردشگری ایران را داده است. خبرگزاری فارس و نقل از سفارت ایران در کابل روز سه شنبه 22 سنباله گزارش داده است که شرکت‌های سیاحتی افغان اجازه صدور ویزه 3 ماهه ایران را دارند. سفارت ایران در کابل در توییت نوشته است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، تا اطلاع بعدی صدور ویزه جهانگردی ایران از طریق شرکت‌های سیاحتی افغانستان صورت می‌گیرد. به گفته این سفارت، متقاضیان ویزه 3 ماهه هوایی می توانند جهت اخذ ویزه به دفاتر شرکت‌های هوایی ماهان، آریانا و کش ایر در افغانستان مراجعه کنند. با این حال شماری از مسافران می گویند که اجازه صدور ویزه به شرکت‌های سیاحتی افغانستان در بلند رفتن قیمت ویزه تأثیر زیادی خواهد داشت و ممکن است شرکت‌ها در این زمینه اضافه ستانی کنند. گفتنی است که روزانه هزاران تن از راه قاچاق و قانونی به ایران مهاجرت می کنند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.